رحیم رشیدی هستم. امروز دوشنبه 15 مارس 2010 میلادی در شهر پاریس پایتخت کشور فرانسه در خدمت جناب دکتر کریم عبدیان هستیم. ایشون یکی از مسئولین سازمان حقوق بشر اهواز هستند. در رابطه با موقعیت کنونی عرب ها در ایران و در مبارزه دموکراسی خواهی ایرانیان و بی ویژه موقعیت عرب ها در کنگره ملیت های ایران فدرال با ایشون به بحث و گفتگو می نشینیم. دکتر عبدیان عزیز، بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. لطفا در رابطه با موقعیت کنونی عرب ها در ایران و مبارزات اونها برای آزادی و دموکراسی در ایران بیشتر برای ما و بینندگان این مصاحبه کوتاه توضیح بفرمایید. بله، خیلی ممنونم. سلام بر شما. خیلی متشکرم از این فرصت. عرضم به حضور شما، عرب ها در ایران مانند هر ملیت دیگری، فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و غیره، یکی از ملل ساکن و تشکیل دهنده کشور ایران هستند. عرب ها در جنوب غرب ایران زندگی می کنند. ما در ایران در حدود 7 تا 8 میلیون عرب داریم که در حدود 5.5 یا 6 میلیون آن در استان خوزستان یا استان عرب نشین یا اقلیم عرب نشین خوزستان یا به قول در حدود 400-500 سال گذشته می گفتن عربستان، یعنی محل سکونت عرب ها، همونطور که کردستان محل سکونت کردها هستند، بلوچستان محل سکونت بلوچ ها و غیره. بنابراین خوزستان، در خوزستان عرب ها در مانند ملیت های دیگر همیشه برای عدالت، برای عدالت اجتماعی، برای تشکیل و به وجود آمدن یک دولت، یک حکومت مترقی و دموکراتیک مبارزه کردند. منتها متاسفانه در 50-60، در حدود 80 سال گذشته، یعنی از آمدن حکومت پهلوی ها، متاسفانه حکومت های مختلف در ایران یک سیاست عرب زدایی رو پیشه کردند و عرب ها رو خواستن و هنوز هم میخوان به صورت اجباری آسیمیله کنن و هویت اونها رو بگیرن. بنابراین ملت عرب در ایران در دو جبهه مبارزه کرده و میکند. یکی این که مانند دیگر ملل ساکن ایران برای عدالت و دموکراسی مبارزه کرده است و میکند، منتها علاوه آن برای حفظ هویت خودش مبارزه کرده است و امروز هم میکند. بنابراین عرب ها مانند دیگر مللی که تحت ستم دوگانه هستند، میگم ستم دوگانه یعنی این که ملیت های غیر فارس ستم مضاعف برای آنها میشود. چرا؟ برای اینکه از یک طرف برخلاف فارس ها که زبان خودشون، فرهنگ خودشون و تاریخ خودشون رو دارن، دولت های مختلف از عرب ها به عرب ها اجازه ندادن که زبان مادری خودشون رو تحصیل بکنن. دکتر عبدیان عزیز، یعنی مبارزه ملت عرب یا قوم عرب، همان گونه که خودتون قلمداد میکنید، در برابر فارس ها و ملت یا قوم فارس در ایران قرار میگیره یا در برابر حاکمیت، حاکمیتی که مسلطه و سیاست ستمکارانه ای بر خلقای ایران زمین روا میداره؟ بله بله، دقیقاً بر علیه حاکمیت. منتها متاسفانه در 80 سال گذشته بعد از سقوط قاجار و اومدن پهلوی ها، این حکومت، حاکمیت در دست یکی از اقوام یا ملیت های ساکن ایران هست. یعنی که شما مثلا فارسی زبان رسمی است، چرا ملل دیگر در ایران حق ندارن به زبان مادری خودشون صحبت کنن؟ بنابراین این حاکمیتی که به وجود اومد، حاکمیتی است که اعتراف نمیکنه به وجود چند ملیتی بودن ایران و اینکه
ملل دیگر یا ملیت های دیگر غیر از فارس ها هم زندگی میکنن و حقوق متساوی دارن و اینها میخوان در مناطق سکونت خودشون خودمختاری داشته باشن، خودگردانی داشته باشن، زبان خودشون یعنی صحبت کنن. یعنی تقسیم عادلانه قدرت و ثروت در ایران. همین ستم هایی که اشاره فرمودید باعث شده که شما به سوی ایجاد و تشکیل کنگره ملیت های ایران فدرال برید؟ بله بله، ببینین در این عرب ها تنها نیستن، در ایران ملیت های دیگری که غیر فارس زبان هستند مثل کردها، مثل بلوچها، مثل ترکمنها و غیره همین وضعیت عربها را دارن. بنابراین عربها به این نتیجه رسیدن که در سازمانی برن که همه درد مشترک دارن و در کنگره ملیت‌های ایران فدرال از تشکیل شده است از سازمانها و احزاب فرهنگی، سیاسی و غیره که میخوان که حاکمیت تقسیم بشه اونطوری که در یک کشور دموکراتیک میباعث بشه، یعنی همه ملل و اقوام ساکن یک کشور به حقوق مساوی داشته باشن و این یکی از هدفهای کنگره ملیت‌های ایران فدرال هست که در مناطق مختلف این ملیت‌ها خودمختاری داشته باشن و معنای فدرالیزم هم این هست، یعنی این که به جای تمرکز وحشتناک قدرت در تهران بلکه این قدرت سیاسی تقسیم بشه به همه ملل و ساکنین کشور ایران. یعنی شما فقط خواستار ایرانی قدرتمند ولی در آن تقسیم عادلانه قدرت و ثروت صورت بگیره، آن گونه که بعضی ها اشاره میکنن و میخوان یه سیمای تجزیه طلبانه از شما ارائه بدن. حالا ممکنه این تجزیه طلبی برای بعضی ها استقلال طلبی باشه و شما اینو رد میکنین، در واقع ایران متحد و مستقل و قوی میخواین که شما هم به عنوان شهروند درجه اول در اون بتونین رول بازی بکنین، درسته؟ بله بله. ببین اینها دروغ هاییست که ناسیونالیست های افراطی ایرانی بر علیه عرب ها میزنن و بر علیه ملیت های غیر فارس دیگر. ببینین یه کسی هویت میخواه، این رو بهش میگن تجزیه طلبی، این حقوق بشره، این تجزیه طلبی نیست. چگونه هست که یک ملتی که میخواد به زبان مادری خودش تحصیل بکنه، این یک حقوق انسانی و اولیه هست، میخواد که در نفت شریک بشه. امروزه در حدود 90 یا 100 میلیارد دلار نفت از سرزمین نفتخیز عرب نشین خوزستان تولید میشه، 1% آن رو به در حالی که مردم اون سرزمین در فقر و فلاکت زندگی میکنن. بله، آن وقت این ملت حقوقشون رو میخوان، قسمتی از نفت رو میخوان، آن وقت این تجزیه طلبی است. مطلقا تجزیه طلبی نیست، اتفاقا اون ناسیونالیست های افراطی که مردم رو سوق میدن به اونها تجزیه طلب هستن. این یک مسئله حقوق بشری هست. به اتفاقا این ستمی که مردم رو وادار میکنه یا به سوی تجزیه و تجزیه طلبی پیش میبره. بله بله. ببینین اگر هم تجربه طلبی در ایران هست، این عکس العملی هست به عمل و سیاست ناسیونالیست های ایرانی و ناسیونالیست فارسی که میخوان وجود دیگر ملل ساکن ایران رو به جز فارس ها رو اون رو نفی بکنن و اون رو به اصطلاح اونها رو به زور آسیمیله و یکسان بکنن. موقعیت کنونی جنبش شما یا عرب‌های ایرانی در کنگره ملیت‌های ایران فدرال چی هست و چگونه است؟ ببینین عرب‌ها هم سازمان‌های سیاسی مختلف عرب، سازمان‌های فرهنگی عرب، اشخاص مختلف عرب آمدن و به این نتیجه رسیدن که در ایران میبایست تمام ملل و اقوام ساکن ایران متحد بشن، یک برنامه سیاسی برای عدم تمرکز به وجود بیارن. بنابراین عرب ها در ایران در کنگره ملیت های ایران فدرال معتقد هستند فقط در یک کشور فدرالیست، یعنی کشور آزاد، دموکرات، شکوفا و فدرالیست هست که عرب ها می توانند حقوق ملی خودشون رو به دست بیاورند. بسیار سپاسگزارم از گفتگویی که با ما داشتید و از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین. منم از شما متشکرم.